درود دوستان و سروران، در خدمتون هستم برای فال روزانتون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، من خوش آمد میگم به تک تک شما سرورانی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین. خیلی خوش آمدین، چه دوستان قدیمی و چه دوستان جدید که تازه عضو این کانال شدن. واقعا خوش آمدین و اینکه منت بر سر من میگذارین. دوستان ببینیم چه خبر است در کارت ها. اولین کارتی رو که با هم دیگه نگاه میکنیم، کارت های هیجانی شما هستن که حرف از این میزنه احساساتی هستین. یه سریاتون احساسات خیلی در تحت تاثیر احساساتتون هستین، ممکنه این روزایی که داره میاد احساساتی بشین دوستان. خب کارت بعدی بریم ببینیم چی بهتون میگه. کارت بعدی دوستان حرف از خوشبین بودن میزنه. خب حرف از خوشبین بودن میزنه و اما دیگران در ارتباط با شما خوشبین هستن. خب خدا رو شکر، بهترین هستش که انرژی های دیگری و دیگران در مورد ما مثبت باشه. خب کارت بعدی رو با هم نگاه میکنیم. دارم میبینم که حرف از تلاش و دقت برای آینده است. تلاش میکنم، کار میکنم برای آینده، میسازم برای آینده. یک مسئله هستش که روش متمرکز هستین و اینکه یا خیلی براش کار کردین دوستان که نتایج خوبی داره آیدتون میشه و این مسئله شما رو مقداری تحت تأثیر قرار داده. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم. من از کارت های سیمبولون استفاده می کنم. خب یک سریاتون ببینین عزیزان دل، یه سریاتون ممکنه خسته باشیم، یه سریاتون واقعا احساس می کنم که یک واقعا احتیاج به این داریم که یه وقتایی ما هممون انسان هستیم، احتیاج به این داریم که دیگران هم یه مقدار به ما برسن. حالا ممکنه در یک جهت دیگه هم باشه، ممکن استش که این شما هستین که به داد یک افراد دیگه ای دارین میرسین دوستان. خب ببینیم کارت های دیگر رو. کارت های بعدی چی بهتون میگن؟ کارت بعدی دوستان میگه یک مسئله برای شما در راه هستش. خب یک مسئله برای شما در راه هستش و اینکه خبرش به گوشتون میرسه. برای یه سری دوستان عزیز حرف از بچه دار شدن میزنه، ممکن این خبر به گوشتون برسه که دارین بچه دار میشین. و ما ببینیم کارت دیگه، کارت های بعدی از چه کارت های استفاده کنم. از اینا هرتون استفاده میکنم. این برگشته بود دوستان، یعنی که اینو میذارمش سر جاش و اینکه یک کارت دیگه بر میتارم. ترس از دست دادن. بله یه سریاتون دوستان خیلی دارم میبینم ترس از دست دادن داری. واقعا برای یک سری ممکن استش که خبر از بچه دار شدن باشه که ترس از اینکه مبادا به این مقصدم برسم. و اینه برای یک سری دیگه دارم میبینم که اینجا عزیزان دل ممکن استش که عزیزی دورو برای شما هست دوستان عزیز که ترس از دست دادنش داری و حاضرین خیلی کارها براش انجام بدین. برای بقیه عزیزان دارم اینم روش شرایطی که شاید بیمار بوده، شرایط بیمار میگم، روش خیلی کار کردین، تلاش کردین و مسائل در حال درست شدن هستن و در راه هستن برای شما. برای که سریا واقعا اینجا ترس از این بوده که شاید مبادا چیزی رو من از دست بدم. خب عزیزان حالا بریم ببینیم با هم دیگه کارت های بعدی بهتون چی میگن در ارتباط با تمام انرژی های زیبای شما دوستان. ببینیم کارت های بعدی بام 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 دیگه بهتون چی میگن. افتادیم اینجا به به دیگه اون ده ماه نیافتادیم. ای بابام این لنگ در هوا ما رو رها نمی کنه. خب دارم میبینم دوستان توجه کنین که دارم میبینم که یک بستگی داره باز میشه توی زندگیتون، راهتون داره باز میشه عزیزان دل و دارین حرکت میکنین. پیشرفت مادی برای یک سری عزیزان دل و همچنین دارم میبینم که سرنوشت هم باهاتون یار هستش دوستان. شما چه بخواین چه نهای سرنوشت دارم میبینم که یار شما هستش. یک بستگی داره از زندگیتون خارج میشه. اینا رو هم که بهتون گفتم دوستان، ببینیم که در ارتباط با انرژی های برجسته شما چه خبر میباشد. من از این دست کارت ها استفاده میکنم. ببینیم این دست کارت ها بهتون چی میگن.
انرژی که با شما همراهی میکنه انرژی سرنوشته. سرنوشت باتون یار هست این روزا دوستان. لطافت و انتاف وزیری تو زندگیتون هست، شیرینی تو زندگیتون هستش و حتی حاجت روایی برای یک سریا. انرژی مثبتی که دارم میبینم اینجا برای شما هستش، این هستش که یک داستانی رو که شما برای شما شاید خیلی دردآور بوده داره به پایان میرسه. خب یک دوره‌ای که برای شما آنچنان خوب نبوده داره به پایان میرسه و اینجا تو کارت ها دارن حرف از چی میزنن، میگه که نزدیکی به سوراخ حالا یه چاخ شدن هستش، یعنی اینکه بهتون میگن اینقدر خودتون رو درمانده نبینید دوستان. خب اینقدر خودتون تو اون قسمت های سیاه و تار زندگی خودمون شیرجه نریم. اینجا چیزی که من دارم برای شما میبینم حرف از هیچ جا توصیه اینه که بریم هیچ جا خونه آدم نمیشه، یعنی این که توصیه‌تون این هست، توصیه‌اش این هستش که حالا یا تو خونه خودتون بمونید دوستان عزیز، یا این که با خودتون و عزیزان از خودتون و عزیزانتون نهایت استفاده رو کنید، قدر آرامشتون رو بدونید. هیچ چیزی بدون آرامش تو این دنیا فایده نداره. پول داشته باشین، آرامش نداشته باشه، انگار هیچ چیزی نداره. خب ببینیم با هم کارت‌های بعدی رو. من از کارت‌های تاروت پیسیشیک استفاده میکنم. ببینیم تاروت پیسیشیک بهتون چی میگه دوستان عزیز. سه تا کارت این نه خیلی دیگه افتاد، دسته کارت افتاد. ببینیم چی بهتون میگه. واو، در زندگی احساسیتون برقراری یک عدالت هستش، میزانی داره رعایت میشه دوستان. زندگی احساسی با هارمونی و اینجا هم انتخاب، انتخاباتی که دارین میکنین، یعنی انتخاباتی که به سمتتون میاد، ببینین حرکت اینجا افتاده، حرکت هایی که داره میاد شما رو به سمت یک زندگی احساسی هیجانی هماهنگ متعادل میفرسته. در ارتباط با زندگی کاری حرف از درد میزنه اینجا، بعدش چی میگه؟ حرکت و زمان. با گذشت زمان یک سری از مسائل، یک سری از استراب ها داره از زندگی کاریتون، تحصیلیتون، اداریتون، هر چیزی که هست بال میکشه، پر میکشه و میره دوستان. در ارتباط با زندگی مادیتون حرف از صحبت میزنه، خبرهای خوب، حرف از عشق میزنه، حرف از حاجت روایی میزنه و حرف از موفقیت میزنه دوستان. یعنی اینکه من برای من یک سری از پروژه هایی رو که شما در نظر گرفتین در ارتباط با زندگی مادیتون برای شما مثل اینکه شانس و موفقیت رو داره به همراه میاره. بسیار خوب و عالی. ببینیم کارت های دیگر رو با هم در مورد زندگی احساسی شما چه خبر است. حرف از شادی، درد و اما ببینیم اینجا دیگه چی میگه. اینجا حرف از مسافرت. ببین دوستان دارم میبینم در مقابل یه سریاتون درد زیاد کشیدین. یکی نیستش که توی زندگی احساسیش درد نکشیده باشه، آدم های خیلی کمی هستن دوستان. هر که دارم میبینم برقراری همون عدالتی که من گفتم و هماهنگی توی زندگیتون اینجا به همین صورت هستش دوستان. من احساس میکنم یک کسی برای یه سریا که ازتون فاصله گرفته داره نزدیکتر میشه، یا اینکه شما دوستان اتفاقاتی داره توی زندگیتون میفته که شما رو به سمت یک مسئله زیباتر و قشنگتر داره حرکت میده و چقدر خوب. در مورد زندگی کاری مادیتون گفتم که با گذشت زمان یک سری از مسائل دارن حل میشن، یک تعادل برقراری، یک تعادل در زندگیتون دوستان عزیز. مسئله‌ای که دارم میبینم شاید برای شما دردآور بوده، رنج‌آور بوده، دارم میبینم که کلاً دارید دستتون میگیریم و اینجا کنترل همه چیز هم توی دستتون هستش، توی مشتتون هست دوستان. بسیار عالی و خوب. و ما با کنترل و با کار و با تلاش دارم میبینم دارین جلو میرین دوستان تو زندگی کاری، اداری، تحصیلی، هر چیزی که هست. یه چیزی درد میکشیدم ازش، حرکت به سمت جلو برام افتاده و اینکه با گذشت زمان در ارتباط با مسائل مادی شما دارم میبینم که آرزو، آمال و آرزوهای زیادی دارین که دارم میبینم اوج دارین میگیرین دوستان در این ارتباط. و اینکه ببین حاجت روایی یک بار اینجا افتاده، یک بار اینجا افتاده براتون در مورد مسائل مادی تو اون چیزی که میخواین دارین بهش میرسین. خدا رو شکر، خدا رو شکر. تا باشه از این فاله خوب خوب باشه دوستان. و ببینیم با هم در ارتباط با شما دوست گل و بلبل من در چه انرژی های تشریف داریم عزیزان دل. دیگه قرار نشد خیلی هم انرژیاتون قوی باشه. یکی یک
میگه که من میخوام از تو رو برای خودم نگه دارم و اینکه نمیخوام که تو بری. خب یه مقدار حسادتتون گل کرده. اینجا میگه که من در غرور جنگجویانه خودم هستم و اینکه خیلی عصبانی هستم و زخمی. خدا نکنه دوستان. ببینید این سریاتون لج و لج بازی دارین میکنین روی یک مسئله. یک مسئله براتون خیلی مهم هستش، حالا توی ذهنتون هست، تعصب دارین روش یا شخصی هستش یا اینکه مسئله هستش و هر جور شده میخوام اون رو به دست بیارم. و اما در ارتباط با حضرت دود، حضرت نوح، گربه مرتضی علی، ببینیم که چه پیامی داره. اوپا دو تا کارت براتون افتاد. یکی از کارت‌ها میگه که من خدای زندگی خودم هستم و اینکه دوست دارم همه چیز رو تغییر بدم. خدا رو شکر تا دیروز پیغمبر بود، حالا دیگه شد خدا. و اینکه میگه من احساس خوبی دارم و به خودم و به سرنوشتم ایمان دارم. خدا رو شکر دیگه هر چی قرصاشو این دفعه دیگه واقعا دوستان تو وایتکس خوابونده. خب بریم پیام شخص مورد نظر شما. من فکر می‌کنم کی بوده من اینو یادم رفته پیامه رو بخونم. این پیامش چه چیزی هست برای شما؟ دو تا کارت افتاد. دو تا رو بخونم. آره دو تا رو میخونم براتون. من و تو با هم قدرتمند هستیم. میدونم که من و تو یک مسئله خاص رو زندگی میکنیم، یک عشق قوی و مستحکم و اینکه من هرگز اینو قبلا نکشیده بودم، نچشیده بودم و الان آگاه هستم به این رابطه بین خودم و تو و اینکه گرایشی که من و تو به نسبت به همدیگه داریم و این مسئله در شکم من پروانه میندازه. احساس گناه میکنم توی زندگیم برای اون بلایی که سر تو درآوردم. حالا چیکار کنم؟ چگونه میتونم ازش در بیام؟ و احساس ناامنی و ناتوانی میکنم برای اینکه بخوام شرایط رو عوض کنم. و پیام فرشتگان، ببینیم فرشتگان عزیز برای شما چه پیامی دارن. دوستان من کارت رو مقدار مخلوط کنم. خب میگه که تو باید با دقت کاری رو انجام بدی. یه وقتایی من واقعا در کنار تو هستم و کمکت میکنم، اما برای اون تو باید با من همکاری کنی. چی میگی؟ اگر که بخوایم یک مسئله رو جلو بندازیم، من نمیتونم همه کارها رو جای تو انجام بدم، اما اگر تو الان این کاری رو انجام بدی نتیجهش رو خواهی دید، یک معجزه برای تو در راه است. بسیار عالی. و ما ببینیم که عزیزان از دست رفتم اون پیامشون برای شما چه چیزیه. دوستان احتیاج به دعای تو. میدونم که حتما تو به من احتیاج داری، اما این بار این من هستم که ازت خواهش میکنم که برام انرژی بفرستی، انرژی عشق. یک دعا. راه من اینجا یه مقداری مشکل هست، مشکل شده، ازت خواهش میکنم برام دعا کنی. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی آرامش باشه. دوستان عزیز این فال شما بود و میبارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار.